این باید جاش یک باشه دیگه، ضرب در یک میشه، چون انش اینجا یکه دیگه، اینجا یک بود، حواسا نبود. هفت ضرب در یک میشه هفت. خب بی میشه هفت ضرب در یک، منفی بی میشه هفت ضرب در یک، منهای چهار. دارم وسط کامل معادله حل میکنم، خب این تو پرانتزه. خب یه بار دیگه الان تاش توضیح میدم چون بعد توضیح دادم. بی میشه هفت یکی هفتا، منهای چهار، سه. اوکی خب حالا قبل اینکه من چیز کنم، بی میشه منفی سه، ببخشید چون منفی اینجا اصلا حواسم نبود. اینو اینا رو یه لازم دیگه دارتون مخواهد، من الان همه رو دوباره توضیح میدم. ببین ما یه دنباله داریم از اول، یه دنباله داریم، هفتا هفتا داره بهش اضافه میشه. ضریب ان یعنی آ هفته، درسته؟ قبلش گفتم دیگه، دو جمله اختلاف دو جمله متوالی، یعنی یه جمله رو منهای جمله قبلیش کنی میشه ضریب ان یعنی همون آ. میایم اینجا میگیم خب این جمله عمومی میشه این شکلی دیگه، تی ان خب مساوی میشه با هفت ان به علاوه بی. حالا میایم میگیم ان خود جمله رو میذاریم، میگیم تی یک مساوی چهار بوده. خب بذار یه ذره تر و تمیزتر بنویسمش. میگیم که آقا تی یک مساوی چهار بوده، یعنی جمله اولمون چهار بوده. از این یه نتیجه میگیریم با توجه به این، با توجه به یک که این جمله باشه، نتیجه میگیریم. میگیم آقا ما اینجا باشیم یک جایی نمیذاریم یک. خب میگیم هفت ضرب در یک به علاوه بی شدشن چهار، پس بی میشه منفی سه. خب حالا میایم جمله عمومی مینویسیم، میایم با توجه به این اینجا مینویسیم تی ان مساوی میشه با هفت ان منهای سه. اوکی این شد جمله عمومی این الگو یا دنباله، این شد این الگوی غیر خطی.